سلام، با یه ویدیو دیگه در مورد گل ارکیده در خدمتتون هستم. توی این ویدیو میخوام در مورد یکی دیگه از روش‌های رفع مشکل شل بودن برگ‌های ارکیده صحبت بکنم، به خصوص وقتی که ارکیدتون ریشه نداره یا ریشه خیلی کم داره یا ریشه‌هاش خیلی کوتاه هستن. بخش کامنت ازم پرسیده بودید یا گفته بودید که ارکیدتون ریشه نداره یا ریشه‌هاش خیلی کوتاه هستن یا کم هستن، چطوری میتونید اون مشکل رو حل بکنید؟ فکر می‌کنم این ویدیو براتون مفید باشه. اگر این ویدیو رو مفید دیدید حتما لایکش بکنید که یوتیوب متوجه بشه و اونو بتونه به بقیه دوستامون هم معرفی بکنه. پیج رو حتما سابسکرایب کنید که بتونید در آینده ویدیوهای دیگر رو هم ببینید. من یه ویدیو دیگه درست کرده بودم در مورد رفع مشکل شل بودن برگ‌های ارکیده. ارکیده همیشه باید برگاش سفت و محکم باشه، در واقع سرحال به سمت بالا. اگر غیر از این باشه و افتاده باشه، شل باشه، پژمرده باشه، یعنی حالت پژمردگی داشته باشه، این نشونه خوبی نیست، یه ایرادی داره و ارکیدتون مشکل دیهایدریشن یا کمبود آب داره، یعنی آب کمی داره بهش میرسه. حالا میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، یا ریشه ها آب رو خوب جذب نمیکنن، یا شما دیر به دیر دارید بهش آب میدید یا کم بهش آب میدید. البته این مشکل مختص فقط ارکیده نیست، هر گیاه دیگه‌ای، گلدون یا گیاه دیگه‌ای که می‌بینید برگاش شل شدن و حالت پژمردگی دارن، به احتمال بسیار زیاد مشکل کمبود آب داره. توی اون ویدیو اولم روش چای کیسه‌ای رو معرفی کرده بودم که در واقع شما یک کاسه آب دارید و داخلش چای کیسه‌ای، چای در واقع چایی که در واقع می‌نوشیم رو توش می‌ذاریم و ارکیدتون رو از داخل گلدونش همه چی در می‌آرید، ریشه‌هاشو تمیز می‌کنید و صبح میذارید توی این ظرف آب و شبها درش میارید. این رو اگر به مدت مثلا میگم 2 هفته 1 ماه انجام بدید، ارکیدتون در واقع سرحال میشه، به حالت اولیهش برمیگرده. چرا؟ چون شما به این روش تقریبا دارید هر روز به ارکیدتون آب میدید، وقتی هم شبها درش میارید کمک میکنید که ریشه ها نگندن. امروز میخوام یه روش دیگه رو معرفی میکنم که بیشتر کمک میکنه به ارکیده هایی که ریشه کم دارن. وقتی ارکیدتون ریشه کم داشته باشه یا ریشه‌هاش کوتاه باشن، خب خیلی طبیعی و واضح هستش که کمتر هم میتونه آب جذب بکنه، واسه همین ارکیدتون در واقع برگاش شل میشه. پس ما باید آب بیشتری رو بهش برسونیم. خب حالا اگه ریشه کم داره چه کار میتونیم بکنیم؟ توی این ویدیو بهتون میگم. خب این ارکیدم رو میبینید، در حد 2-3 هفته پیش یه ویدیو ازش گرفته بودم، اون اول پخش میکنم که ببینید چه مشکلی داشته. قشنگ روی ویدیو توضیح میدم برگاش خیلی خیلی شل بود، سرحال نبود، خیلی حالت پژمرده داشت، ولی به این روش این رو سرحالش کردم، زندش کردم و حالا از نزدیک نشون میدم یه برگ جدیدم داده و برگاش کاملا صفر شده دیگه، اصلا من حتی نمیتونم اینا رو خمشون بکنم. این ارکیده من بوده 1-2 هفته پیش، به همین شکل که تو این تصویر میبینید برگاش خیلی خیلی شل هستن، بی حال، حالت پژمرده داره، خیلی راحت میتونم خمش کنم به این شکل. این یکی هم ببینید برگش خیلی خیلی شله، اینا همه افتادن، اینا راحت من میتونم خمش کنم، هیچ سفتی در واقع برگاشو ندارن، گلش پژمرده است، بی حاله. این یکی برگش هم ببینید خیلی راحت من میتونم برگاشونو خم بکنم به این شکل. نگاه کنید چه حالت پژمرده داره، اصلا سرحال نیست. این به این شکل بوده، نگاه کنید شعله برگار، میبینید چه راحت میفته، این اصلا نباید به این شکل باشه. خب همونطور که تو اون ویدیو دیدید این ارکیده من خیلی اوضاعش خراب بود، خب و من تونستم به این روش دوباره حالش رو خوب کنم و برگاش رو ببینید چقدر صفر شده، با حالت اولیه برگردونم. این روش چیه؟ دوربین رو میارم نزدیکتر که قشنگ از نزدیک بتونم بهتون توضیح بدم. خب این ارکیده‌مو ببینید، از توی گلدونش درآوردم، خالیه، خاکش رو اینور گذاشتم. همونطور که می‌بینید ریشه خیلی کم داره، 1-2-3-4-5-6-7-8 تا داره، یا 5-6 تا شاید بتونم بگم داره، همه‌شون هم کوتاهه، یعنی در واقع سطح کمی وجود داره که آب یا رطوبت جذب بکنه. واسه همین بود که این ارکیده همونطور که تو اون ویدیو نشون داده بودم پژمرده بود، برگاش خیلی خیلی شل بود و اصلا سرحال نبود. من به این روش تونستم این ارکیدمو سرحال بکنم. نگاه کنید برگا چقدر سفت هستن دیگه، به اون حالت من اصلا نمیتونم، سخته، یعنی خیلی سفته کاملا. میبینید دوتا برگ قدیمی هم داشت که اونا در واقع زرد شده بودن و کندمشون، یعنی در واقع کنده شدن. این نگاه کنید این برگ قدیمی بود، زرد شده بود. از من سوال میپرسید که برگام زرد میشه یا فلان،
این اصلا جای نگرانی نداره. این برگ قدیمی بود و خودش اتوماتیک کنده شد، اصلا منم حتی قیچیش هم نکردم، نگاه کنید از این قسمت خودش کنده شد، مشکلی نداره. حتی به این روش اگر توی ویدیو خوب دیده بشه، یک دونه ناکنه یک داره ریشه جدید از کنار این ریشهش میزنه. یعنی میخوام بگم که این روش کمک کرد که اولا ارکیده سرحال بشه و بعد ریشه جدید بده. چون اگر ارکیده خودش سرحال نباشه، انرژی کافی نداشته باشه، نمیتونه ریشه جدید بده. ما اول باید یک کاری کنیم که خود ارکیده سرحال بشه، بتونه غذاسازی بکنه تا بتونه ریشه جدید بده. این روش هم هست تو اینترنت، من زیاد دیدم، هورمون رشد هست. در واقع خیلی ها میگن که شما میتونید هورمون رشد به ارکیده یا هر گیاهی بزنید و این باعث بشه ریشه جدید بده، ولی خب من دارم میگم من دارم به یک روش کاملا طبیعی بدون خرید هر گونه هورمون رشد و در واقع اضافه کردن مواد غیر طبیعی میتونم این مشکل رو حل بکنم. تا زمانی که میتونم به روش طبیعی مشکل رو حل بکنم، چه نیازی به هورمون رشد یا انواع و اقسام نیوتریشن های دیگه هست. اون راه حل چیه؟ راه حل این خزه ها هستن، به انگلیسی در واقع میشه ماس. ناکنید اینجا هم هست، من خودم از این استفاده میکنم. یه پک خیلی بزرگه و اینا کاملا فشرده است. این میتونه برای هزار سال ازش استفاده کرد، خیلی زیاده. به هر حال کاری که شما میکنید وقتی که دارید خاک در واقع گلدونتون رو در واقع ارکیدتون رو توی گلدون میذارید و خاک میریزید، بذارید من این کار رو انجام بدم سریع. وقتی که خاک رو ریختید و در واقع تا یه سطحی اومد که دیگه گلتون میتونست روش بشینه، مابقی این گلدون رو با این خزه ها در واقع پر بکنید، یعنی از روی در واقع این گلدون رو از این خزه ها بریزید، داخل خاکش رو سعی کنید نریزید. خب من این خزه ها رو که در واقع قبلا ریخته بودم توی این یک دو هفته، اینجا الان نگهش داشتم و میارم همونا رو میریزم داخل گلدون. همونطور که گفتم این بالا جایی که این ریشه ها هستن، ما که دیگه خیلی ریشه نداشتیم، خب این رو از این خزه ها میریزیم به این شکل. خب ببینید من کاملا این روش رو با این پوشالا در واقع پوشال خزه با این خزه ها پر کردم. نکته که وجود داره این که این خزه ها رطوبت رو به مدت طولانی تر نگه میدارن و این ریشه هایی که در واقع این قسمت ناکنه این ریشه ها رو میبینید، این ریشه ها در تماس با این خزه ها به طور مداوم میتونن رطوبت بگیرن و در واقع این باعث میشه که ارکیدتون ظرف یک هفته ماکسیموم دو هفته به حالت اولیه برگرده و کاملا ریشه‌اش سرحال بشه. من این ارکیدم بعد از یک هفته وقتی که این خزه ها رو گذاشتم، یا این ماس یا خزه ها رو گذاشتم، بعد یک هفته برگاش کاملا صفر شد و به حالت در واقع طبیعی و سرحال برگشت. بعد از این که در واقع ارکیدتون حالش خوب شد، ریشه‌اش رشد کرد، شما میتونید کم کم این خزه ها رو حذف بکنید و از گلدونتون بردارید. چرا؟ چون واقعا در واقع رطوبت زیاد از حد ریشه ها رو خراب میکنه. وقتی که ریشه ها تعدادشون زیاد شد، رشد کردن، بزرگ شدن، دیگه واقعا نیازی ما به این خزه ها نداریم و میتونیم از گلدونمون خارج کنیم یا اصلا کلا میتونیم اون محتویات داخل گلدون رو عوض بکنیم. نکته‌ای که وجود داره وقتی که ما از این پاتینگ میکس ها استفاده میکنیم برای درست کردن خاک گلدونمون، اینا یه سری اسفنج هایی دارن. مثلا ناکنه اگه تو این عکس نگاه بکنید یه سری چیزهای سفید مفید هست، اینا در واقع حالت اسفنج طوری هستن که رطوبت رو به مدت طولانی تر نگه میدارن، ولی اینا میزانشون انقدی زیاد نیست در مقایسه با این پوشال ها یا این خزه ها. اینا واقعا میتونن هم اولا که طبیعی ترن، اینا از خود جنس گیاه و درخت و این چیزا هستن، از جنس گیاهان هستن، خب رطوبت رو بیشتر میتونن نگه دارن. نکته دیگه ای که داره اینه که نمیذاره رطوبت از گلدون خارج بشه، در واقع یه حالت دری میمونه دیگه، مثل در چی بگم، مثلا در قابلمه. شما وقتی این در رو میذارین، پوشالا رو که این بالا نگه میدارید، این رطوبت سخت‌تر از داخل گلدونتون یا زیر گلدونی خارج میشه، واسه همین کلن یک محیط بسیار مرطوب رو برای ارکیدتون فراهم میکنه. مجدداً تأکید میکنم مثل همه ویدیوهای دیگه‌ای که میسازم، گلدونی که دارید حتما باید کنارش و زیرش شیار داشته باشه یا یک سری سوراخ‌ها وجود داشته باشه که هوا عبور بکنه.
ارکیده از طریق ریشش هم تنفس میکنه، هم اکسیژن میگیره و هم دیوکسید کربن از طریق ریشه در واقع دفع میکنه. واسه همین این جریان هوا باید وجود داشته باشه. در واقع وقتی دیوکسید کربنی که از ریشه ها تولید میشن داخل محفظه گیر بکنه، اینا باعث گندیدن ریشه ارکیده میشه. پس حتما باید گلدونتون یک در واقع شیارهی داشته باشه که جریان هوا به راحتی عبور بکنه تا بتونه در واقع اکسیژن رو برسونه و دیوکسید کربن رو حذف بکنه از داخل محفظه گلدونتون. خب نکته آخرم فقط در مورد آب دادن به این گلدون هست. سعی کنید خزه ها یا این پوشالا همیشه مرطوب بمونن. من خودم طبق تجربه هم، حالا بسته به این جایی که داریم زندگی میکنیم، در حد 3 روز 4 روز یک بار این خزه ها یواش یواش خشک میشن. سعی کنید حدوداً طوری در واقع توالی آب دادنتون به شکلی باشه که این خزه ها رطوبت رو داشته باشن. اگر میبینید که رطوبتش به مدت طولانی میمونه، خب دیرتر آب بدید. اگر میبینید که زود به زود داره خشک میشه، جایی هستی زندگی میکنید که دما بالاست، نور خورشید زیاده، خب میتونید زود به زود آب بدید. سعی کنید ارکیدتون هم از نور خورشید، نور مستقیم و یا غیر مستقیم خورشید به دور باشه، یک جای خنک و تا حدی سایه تر باشه تا آب کمتری ازش در واقع خارج بشه. در واقع شما به این روش نه فقط شل بودن برگ های ارکیده، که حتی اگر ارکیدتون ریشه کمی داره و آب کمی داره جذب میکنه، میتونید این مشکل رو حل بکنید. پس در واقع این روشی که امروز معرفی کردم خیلی میتونه کمک بکنه به ارکیده هایی که ریشه کمی دارن یا ریشه های کوتاهی دارن، یا حتی میتونم بگم اگر اصلا ریشه ای ندارن. بازم میگم اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید تا یوتیوب اینو بتونه به بقیه دوستامون هم معرفی بکنه. پیج رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهایی که در آینده میسازم حتما ببینید. خیلی ممنون، روزتون بخیر.